بینندگان تلویزیون ای‌تو در سراسر جهان، من پرویز مینوی هستم. بعد از ظهرای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 6:30 تا 8 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که در خدمت شما هستم روز 18 نوامبر 2015 میلادی و برابر است با 27 آبان 2574 هخامنشی. مسئله که این روزا خیلی مهمه و مطرح میشه و دربارش بحث میشه مسئله داعش و عواقب کار اونه، چه در عراق و سوریه که مشغول جنگن و داعش برخلاف آنچه که مثلا طرفای درگیر تصور میکنن به آسونی شهرها راه نمیکنه و نقشه میکشه و میکشه و اخیرا یه تعداد زیادی از ایرانی ها در این جنگ کشته شدن. و خب فلسفه ایران اینه که میگه که اگر من در این سوریه با داعش نجنگم داعش میاد به خاک من. خب شاید هم درست میگه، بالاخره باید با داعش جنگید. در حال حاضر الان داعش تنها گروهی که با داعش جدی میجنگن من فکر کنم ایران و همون حزب الله است که تحت نفوذ رژیم اسلامی است، وگرنه روسا یه مقدار داعش میزنن، یه مقدار مخالفان بشار اسد میزنن. امریکایی‌ها آنچنان جدی وارد جنگ نیستن، بقیه هم همینطور جدی وارد جنگ نیستن. از اون ور داعش داره کشتار میکنه، یعنی مثلا فرض کنیم که در فرانسه در انفجارهای پیاپی 120 نفر یه دفعه کشته میشن و بعد دوباره انفجار میشه و اتفاقات دیگه میفته و این انفجارها رو تنظیم کردن که انجام بشه. داعش تنظیم کرده و میخوان جلوه بدن که مهاجرهای سوری این کاری کردن، ولی باور نکنید مهاجرای سوری فرصت این که فکر کنن که ترور کنن، اونا مهاجرای سوری فکر نکنن که یه سرپناهی گیر بیارن و یه جایی گیر بیارن بمونن، زندگیشون تامین باشه، غذا و سرپناه داشته باشن، بچه هاشون برن مدرسه، به فکر این که بیان انفجار تشکیل بدن نیستن. و من فکر میکنم اون انفجاری هم که درست شده، اون پاسپورتی هم که نشون میده که این مرد از یه مرزی اومده وارد به اصطلاح فرانسه شده، اونم یک نقشه است، یک نشان دادن القای یک چیز غلط مردمانه. حالا شاید اون شخص با اون شناسنامه در اون تاریخ اومده، ولی اون شخص جز مردمان معمولی نیست. اون شخص اومده به 15 نفری که توی فرانسه این طرح ریختن به اونا بپیونده و این طرح اجرا کنه و این طرح اگر مثلا 7-8 نفر تو کارش دخالت داشتن، یک عده زیادی پشتوانه اون بودن و اون رو از پشت پشتوانی کردن. الو گوشی داشته باشی. جناب پارسا سربی، مدیر محترم تلویزیون مردم تیوی، خیلی خوش آمدید قربان. من ممنونم از شما، سلام میکنم به شما و سلام به بینندهاتون. باور کنید من دوست دارم بشینم بیننده و شنونده شما باشم، ولی صحبت های شما آدم رو قلقلک میده که آدم زنگ بزنه. بسیار عالی. چجوری این اینو ببینید، شما میگید که این دوستانی که پناهجو هستن امکان نداره همچین کاری رو انجام بدن، درست میگم من؟ بله بله بله. ببینید شما برید تاریخ کوبا رو بخونید. کوبا وقتی که شروع کرد آمریکا گفت که پناهنده ها بیان و این، ببینید اکسل عمل خود این سوپر پاور هاست که بر میگرده. من امروز تو برنامه هم یک کاریکاتوری رو نشون دادم که آقای اولام داره روی سوریه آتش میریزه، به اصطلاح بنزین میریزه روی آتش اونجا، خب این دودش بر میگرده توی چشم خودشون. کاملا درست میگه شما. بله، کوبا وقتی که دید آمریکا داره این رفیوجی و پناهجورا رو قبول میکنه، یک زرنگی خاصی کرد، زنداناشو باز کرد، زندانیا رو سوار کشتی کرد، خودش کشتی فرستاد، اینا رو فرستاد اینجا. یه دفعه توی میامی دیدن کرایم ریت، یعنی درصد جنایات از مثلا پرچی که بوده 4 برابر شده.
بله این که ممکنه الان هم سوریه اونا بیان داخل اینها هست، ولی تمامش تقصیر خود اینهاست. شما یه چیزی رو من سوال میکنم از بینندگان، میتونم خواهش کنم یکم فکر کنم. شما من بگید 3 سال گذشته این فرانسه توی سوریه چه کار کرد، ولی درست چند ساعت بعد از این ماجرا حمله کرد. بعد دقت کنید، گفت ما رفتیم سیکرت پریزن، یعنی زندان محرمانه شون رو زدیم، ما رفتیم فرماندهی شون رو زدیم. آخه ببینید، اینایی که من دارم تو خیابون رانندگی میکنم، نمره ماشینم هم میتونن از اون بالا بخونن، 100 تا ماشین تویوتا، 1000 نفر با اسلحه دارن رژه میرن، میگن ما نمیدونیم کجاست. یه دفعه شب تو تاریکی میگه ما رفتیم فرماندهیشون رو زدیم، مقرشون رو زدیم، تدارک. آخه بابا دروغ هم یه حدی داره. ضمناً شما هفته گذشته بله چیزی گفتید درباره تیمسار خاتم و آقای قطبی، اگه اشتباه نکنم. بله بله بله، چون شما معلم هستید و همیشه من دیدم که اگر یه چیزی هم اشتباه بگید دوست دارید دیگران بهتون بگن، من این اجازه رو خودم میدم. کاملا عزیز و گرامی من، این مواد فریزر اینجور نیست که حالا چون فریزش میکنیم هر قدر بخوایم بمونه. گوشتای استرالیا تاریخ مصرفش گذشته بوده و اینها روی اینترنت هم اگه گوگل کنن دوستان شما میبینن که تیمسار خاتم و اون آقای قطبی و اینا رو میارن و استرالیا گفته بوده که این فاسده، یعنی ببخشید فاسد نیست، کوده که مصرف غذایی نداره ولی میتونید به عنوان کود استفاده کنید. خب ببینید آقای سوربی خب دیگه فاسید چی؟ پس شما نمیخواید جنونده بشید. گوشت به عنوان کود من براتون بگم، تو خونه خود ما پدر من اگه یه بره میکشت، یه مرغ میکشتن، اون مواد اضافیش رو پای باغچه خاک میکردن. دلیلش این بود که پروتئین داره و کود هست. حالا من ساکت میشم، هر چیز شما میخوام بگید من گوش میکنم. من میخوام ببینم که در کجای تاریخ شما خوندید در کدوم کشور گوشت گوسفند یخ‌زده رو به عنوان کود استفاده کردن. یعنی مثلا میفرستم که همین الانم این کارو دارن انجام میدن. کجا؟ همه جای دنیا. همه جای دنیا که من میگم یه جایی که من بگید، شما میگید همه جای دنیا. من میگم براتون میفرستم لینکشو فردا صبح براتون میفرستم. باش. همه جای دنیا مواد پروتئین رو به جای کود یا همون فرتیلایزر استفاده میکنن. آقای سوربی عزیز، قربون شما برم. ببینید، من گفتم تو برنامه گیاهان قند رو میسازن. قند تشکیل شده از کربن، اکسیژن، هیدروژن. آب رو میگیرن که اکسیژن هیدروژن داره، کربن هم از کربنی که هوا میگیرن قند درست میکنن. پروتئین رو میسازن، یعنی جذب نمیکنن. شما اگه ریشه درخت رو بذارید تو گوشت میمیره درخت، بلکه نمیتونه اونو جذب کنه. چربی رو نمیتونه جذب کنه. اینا همه رو تعریف شما توی رشته شیمی نمیدونم، چون من شیمی همیشه 7 میگرفتم. بله خب اینو مسئله بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون، همیشه لذت میبرم، همیشه یاد میگیرم. ضمناً به دوستانتونم بگید که برنامه شما رو میتونن روی یوتیوب نگاه کنن. من امروز تو برنامه هم اعلام کردم که آقای سوربی، حالا که شما رو خطید، من اون برنامه رو چک کردم، یه دونه برنامه که شما گوشید من هفته بعد صداش اینقدر کم بود که اصلا قابل شنیدن نبود. من نمیخوام به شما چیزی بگم چون امید اینجا از من ناراحت میشه. گاهی وقتا صدای برنامه شما کمه متاسفانه، و اون دوستان باید بگن، اون موقع اون خانمی که توی عصر امروز بود، الان آقای امیدوار باید به شما بگیم میکروفون بالا رو بدید. ببینید خانم عصر امروز منظورتون کیه؟ جان؟ خانمی که تو عصر امروز بود منظورتون کیه؟ شما همیشه تشکر میکردید از اون خانمی که تو عصر امروز بود. بله. بله اون دیگه، حالا که دیگه اونجا نیست و برنامه نداره، این رو آقای امیدوار باید صدا رو بیاره با 75، و ما چون فقط برنامه شما رو رله میکنیم حقیقتا ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. فقط بعدن اگر چیز بشه میتونم ادیت کنم بیارمش با بله جناب سوربی. پس بنابراین ببینید، کود به گیاه، به خاک کود میدن به خاطر که از حالت خوش
کی و سفتی در بیاد، درست؟ ولی ممنونم. سوال کنی که یک نفر میگه ازش خشم بگیریم و بیایم جواب بدیم، این کار درستی نیست. ما اومدیم مملکتمون رو از دست این آخوندها بگیریم، البته واقعا معلوم نیست که ما بتونیم بگیریم یا نتونیم بگیریم، ولی سعی میکنیم این راه رو هموار کنیم که این مملکت از دست آخوندها بیاد بیرون. وسط این راه اگه با هم دعوا کنیم که این بچه ها میمونیم، یعنی باید همدیگر رو تحمل کنیم. حتی اگه یه نفر به آدم دریوری بگی، آدم دریوری رو باید نشینده بگیره، به اون طرف بگی عزیز من یه ذره فکر کن، اینجوری با من حرف نزن، و اگر هم دوباره دریوری گفت که هیچی دیگه، سکوت کنیم بهترین راه اینه. من حالا که به اینجا رسیدم تشکر میکنم از آقای امید امیدوار در اتاق فرمان که برنامه رو کارگردانی فنی میکنن، از آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس که همزمان در رادیو خودشون پخش میکنن، از جناب پارسا سربی مدیر مردم تیوی که همزمان این برنامه رو در مردم تیوی پخش میکنن و بعد ضبط میکنن برنامه رو، شبای دیگه هم پخش میکنن، آخر هفته هم پخش میکنن و در یوتیوب هم میذارن که هر کی بخواد بره ببینه. از همهشون سپاسگزارم. در راجع به داعش، البته آقای سوربی تایید من فرمایشاتشون قبول دارم، یعنی همون کاریکاتور که ایشون گفتن در فرانسه آتش میریزن، در فرانسه در سوریه آتش میریزه، خب دودش اونجا میگیره. حالا یکی از دوستان من آقای شاهین نژاد که آقای مهندس شاهین نژاد که نویسنده و دانشمندی هستن، ایشون یه دونه عکس رو خودش به من گفت، من البته اونو ندیدم، گفت من یه عکس رو گذاشتم رو یوتیوب که نشون میده که رئیس جمهور فرانسه جیسکار دستان، رئیس جمهور آلمان هلموت اشمیت گویا، رئیس جمهور امریکا جیمی کارتر و نخست وزیر انگلستان که الان من یادش اسمش یادم نمون، اینا دارن توی گوادلوب اون جزیره دارن به سلامتی ساقط کردن حکومت ایران دارن لیماناشون رو میبرن بالا، جامعشون رو میبرن بالا و هم دیگه میزنن و سلامتی میگن. و آقای شاهین نژاد میگفتش که این عاقبت همونه، یعنی از اون زمان تمام گروه های تروریستی در دنیا و این همه اقدامات تروریستی که در میشه در همه کشورهای جهان از اون زمان آغاز شد و تا قبل از اون زمان این مسائل وجود نداشت. حالا ببینید داعش چجوری بر حسب چه هیله و نیرنگ و یا طرح و برنامه و نقشه یک جوان آلمانی و فرانسوی رو وادار میکنه که پاش کار زندگی چی ول کنه بره توی سوریه بپیونده به گروه داعش، روی چه برنامه چی کار میکنه؟ اینا معمولا مسلمان زاده هایی هستن که در اونجا هستن و معمولا هم نتونستن جذب اون محیط بشن و از کمک دولتی استفاده میکنن، یا اگر کاری دارن کار دلچسب و حسابی نیست، مثلا فرض کنید که توی فست فود کار میکنن یا توی گس استیجینگ کار میکنن، کار درست حسابی ندارن و بیرون چون میکنن دوباره میرن یه جای دیگه، اینطوری به هر حال در جای خودشون در فرانسه، در انگلیس، در آلمان جا نیفتادن. داعش به اینا زنگ میزنن، ایمیل میزنن، افرادی رو دارن اونجا تماس میگیرن با اینا، اینا میگن اون طرف رو میکشن به داعش و یا وادارش میکنن که شستجوی مغزی میدن که بره جانشو در یک انفجار انتحاری از دست بده. این همش از چی استفاده میکنن؟ از باورهای مذهبی مردم و از اسلام. خب چرا اینها با این باورهای مذهبی، اصله اینها اسلامه؟ ببینید من همیشه میگم رژیم اسلامی در ایران اصلش اسلامه،
خودش این اسلحه رو به دست گرفته و پیروز شده و حاکم شده. ما هم باید با خودش مبارزه کنیم، هم با اسلحهش مبارزه کنیم، که اسلحهش که اسلامه. خب اینو که من دارم به شما میگم، شما فکر میکنید مثلا فرض کنیم که آقای فرانسوا اولند یا خانم انگلا مرکل یا مثلا دیگر سران کشوران نمیدونن اینو؟ میدونن. همین آقای فرانسوا اولان یک تقریبا 3 ماه پیش یه مقاله نوشته بود که این مقالهش ترجمهش تو زن روز چاپ شده بود، من اونجا خوندم. نوشته بود که همه دینا با دموکراسی سازگاری دارن، به خصوص اسلام. من این نامه نوشتم دادم یکی دوستی به انگلیسی ترجمه کرد، انگلیسی خیلی خوبی فرستادم، نامه و سران دولت ها و اینا، هیچ کدوم واکنش نشون ندادن. درست؟ خب یعنی اینو میدونن، نمیخوان بهش بپردازن، نمیخوان با اسلام بجنگن، بلکه از اسلام سود میبرن. همین این دوستم آقای شاهین نژاد یک کتابی داره، تازه منتشر کرده این کتاب رو، بعد اینجاست این کتابه. من توصیه میکنم این کتاب رو همه بخرن. این کتاب با یه CD، یعنی با یک کتاب گویا، قیمتش 75 دلاره. شما میتونید توی ایبی اندیشه ایرانی یا رنسانس ایرانی یا نوزایی ایرانی برید و اینو پیدا کنید و اونجا بخرید. و یک CD داره که این CD رو من امروز گذاشتم تو ماشینم، خیلی جالبه. خب CD هم یه طوری که خاموش میکنی دوباره روشن میکنی بقیهش میاد، یعنی دوباره نمیاد از اول بیاد که مجبور بشی اولش گوش بدی. و ضمناً ترک ترک داره، شما میتونید قسمت مثلا 1-3-5 یا 1-3-7 یا 1-2-4 اینطوری میتونید قشنگ بیایید و اون قسمت رو پیدا کنید. و اگر CD رو در نیارید عوض نکنید، ماشین فقط رادیوش خاموش روشن کنید، میاد دوباره بقیه CD. بسیار بسیار جالبه. امروز من یه تیکش گوش دادم، ببینید چی میگه. میگه که یک استعمار نوعی ایجاد شده که این استعمار نوع استعمار دولت ها نیست. یعنی قبلا چی بود؟ قبلا مثلا فرض کنید که الان مثلا اگر شما نقشه جغرافیای جهان رو در 100 سال پیش پیدا کنید، شاید بتونید از طریق اینترنت گوگل برید مثلا جغرافیای جهان 100 سال پیش ببینید. 100 سال پیش که نگاه کنید، افریقا تمامش میگم این از اون شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، به غیر از یک کشور همه مستعمرن. تنها کشوری که مستعمره نیست، که اصلا باورتون نمیشه، شما شاید فکر کنید مثلا یک کشور خیلی مهمی، تنها کشوری که مستعمره نیست حبشه است، که امروز بهش میگن اتیوپی. اون مستمره نیست. برای چی مستمره نیست؟ برای که وقتی رفتن همه کشورهای افریقایی رو با 2 تا پرستار و یک کشیش و یه مقدار کتاب و یه مقدار دارو و نوار زخمندی و فلان اینا رفتن، گفتن عیسی مسیح و فلان و فلان اینا رو گولشون زدن، یواش یواش اینا مسیحی شدن. وقتی مسیحی شدن نوکر این مهمانان تازه وارد شدن و افکارشون رو به اینا فروختن. و همونطوری که مسکو تلقین میکرد مثلا در 50 سال پیش تا به مثلا 20 سال پیش یا 60 سال پیش تا 20 سال پیش، یا از مثلا 1317 که آقای لنین اومد سر کار تا زمانی که 1390 که سقوط کرد شوروی، همش تبلیغ میکرد که همه مردم دنیا باید منافعشون رو فدای مسکو کنن، منافع ملیشون رو باید فدای منافع حکومت کارگری پرولتاریا بکنن که در آینده تشکیل میشه. فعلا پولتون رو بدین به ما در آینده حکومت جهانی درست میکنیم. مکه به همه مسلمان ها میگه پولتون رو بدین به ما به هر شکلی. این مسیحا هم یه زمانی میگفتن به همه، میگفتن کشوراتون بدین به ما، من نمیخوام عباس دور بشم. اون استعمار دولتی بود، یعنی دولت ها استعمار میکردن در آسیا و خاورمیانه، اطراف ایران همه کشورها در
مستعمره بودن و یعنی خاورمیانه کلا مستعمره بود، علاوه افریقا که مستعمره بود، فقط ایران و اتیوپی دو تا کشور مستقل بودن. البته ایران ما که مستقل بود، ما میدونیم مستقلا بود، بازم زیر نفوذ انگلیس و شوروی بود دیگه، یا زیر نفوذ لندن و مسکو بود و حالا بقیه دیگه ما نمیدونیم، اتیوپی نمیدونیم چه جوری بود. آقای شاهین نژاد تو کتابش میگه که الان استعمار نوین جهانی اومده. استعمار نوین جهانی دیگه دولت ها نیستن که استعمار میکنن، بلکه شرکت های بزرگ بیملیتی هستن. دولت ها استعمار نمیکنن، شرکت های بزرگ بیملیتی، یعنی هیچ ملیت خاصی رو ندارن، اینا دارن مردمان کشورهای پیشرفته، یعنی مثل مردم امریکا و انگلیس و فرانسه، هم اینا دارن استعمار میکنن و فقط دنبال منافع خودشون و در برای رسیدن به منافع خودشون هر نوع بستگی به کشور و سرزمین رو ابه میبرن. حالا اگه بخواید دیگه باید این کتاب بخونه دیگه، من نمیتونم توضیح بدم. بگید این کتاب رو همونطور گفتم، به خصوص اون کتاب گویاش که به صورت یه سی دیه، بسیار جالب، اطلاعات بسیار خوب میده. حالا لذا این کمپانی های فراملیتی اینا نمیخوان خرافات مذهبی، چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهودی، چه باهایی‌گری، چه زردشتی، اینا نمیخوان اینا بین بره. اینا میخوان اینا دامن بزنن، اینا میخوان یکی حمایت کنن، یواشکی هم از اینکه حمایت کنن تا اینا رو در روی هم قرار بگیرن. اینا میخوان به بهانه جنگ های مذهبی دنیا رو تصرف کنن. اینا میخوان کالاهاشون رو بفروشن، براشون جان آدم ها مهم نیست، میخوان کالاهاشون رو بفروشن. کالاهاشون رو بفروشن، الان همین یک، فکر کنم مطمئن نیستم، یک مقام عالی رتبه امریکایی همین 10 روز پیش گفت آقا این عرب ها همش هواپیما میخرن، فکر کنم از اون هوا میتونه همه کارها رو بکنن. آقا بیایید زمین، بیایید مثل ایرانی ها کار کنید. یعنی چی؟ یعنی بیایید تانک بخری، بیایید مسلسل بخری، بیایید نمیدونم تجهیزات مختلف بخرید. یعنی حالا دیگه هواپیما خریده دیگه، مثلا فرض کن هر کشوری بنزین کافی تا حالا هواپیما داره دیگه، حالا نمیتونیم هواپیما جدید، بیایید آقا جنگ زمینی بکنید. خب این شکلی این همه رو میان به جنگ میکنن. وگرنه داعش، باور داعش اسلامه، باور همه دینا از اول یهود بوده دیگه. یهود هم آقای موسی میگه که خب خدا اومد آدم رو آفرید، از گل درست کرد، گل یه مجسمه درست کرد به اندازه آدم، گلی دماغش رو فوت کرد، این را افتاد. خب این حرف با عقل جور در نمیاد. ببینید آفریدگار اگه ما بگیم، خدای موسی رو کار نداریم. حالا یک جمله است، من به انشتر نسبت میدونم یه آقای کوهن نامه نوشت که آقا این من گفتم، ولی به هر حال گفت، پرسیدن آقا شما خدا رو قبول داری؟ گفت من اون خدایی که به وسیله موسی خلق شده قبول ندارم، ولی خدایی که موسی رو خلق کرده قبول دارم. خدایی که به وسیله موسی خلق شده اومده گل و اینطوری کرده، دماغش رو فوت کرده، شده آدم، شروع کرده راه رفتن. آدم از گل درست کرده، بعد آدم که تنها شده از دنده چپش یه دیگه گوشت کنده، اینو انداخته زمین، اینم شده یه زن. و بابا این دو تا که یه جنسن که، چرا یکی رو از گل درست کردی، یکی از گوشت درست کردی؟ در حالی که همه ماها میدونیم، همه اون چشمون دیده، میدونیم آفریدگار یعنی اون نیرویی که این خلقت رو برپا داشته، این حیات انسان ها و جانوران رو برپا داشته، وقتی میخواد مثلا فرض کنیم که یک انسان رو درست کنه، یک اوبول، یک اسپرمازوئید رو پذیرفته میشه، پذیرا میشه، این میره تو اون و با هم جذب میشن، با هم ترکیب میشن، میشن تخم. این تخم رشد میکنه، یواش یواش به شکل توت میشه. توت میدونین چی؟ یعنی دونه دونه، مثل تمش، مثل این بهرا، به شکل توت میشه. حالا اگه توتی یادتون نیست، تمش که یادتونه دیگه، بشه یعنی گله های کوچولو کوچولو، این همه سلولار. بعد که اینطوری مرحله مورولا یعنی مرحله توت مانندی تموم شد، میرسه به مرحله گاسترولا
یعنی این توده گوله مانند یه جوش مثل سوراخ میشه میره تو این بقیه دورش میگیرن میشه مثل یک معده یک شکم. بعد مرحله مرحله میاد بزرگ میشه جنین میشه جنین میاد بیرون طول میکشه تا برسه یه آدم بشه. این شکل تولید یک موجود زنده از طریق آفریدگاره، یعنی آفریدگار اون کسی که این نظم جهانی رو برقرار کرده، من و شما هم جزوشیم، اون یا بنگ بنگه یا مادر نیچره یا هر چی هست. برحال اون وقتی میخواد یه درخت رو درست کنه چوب بر نمیداره اینطوری بچسبونه فوت کنه درخت بشه، دانه رو یک نطفه ای توی دانه گذاشته یک چیز رشد کنه گذاشته، از اونجا یه ریشه میره زمین یه طرف میاد بالا بزرگ میشه، ریشه بزرگ میشه، ساقه بزرگ میشه، درخت میشه. یا پرنده تخم میذاره میره اون تخم میخوابه، اون توی تخم یه نطفه است و یه زرده و سفیده است، اون نطفه یواش بزرگ میشه و از این زرده و سفیده تغذیه میکنه یواش یواش جوجه میشه. اگر بنا بود که مثلا آفرینش میخواست یه چطور مرغ درست کنه برمیداشت گوشتا رو به هم میچسبون پرانم روش میچسبون تخت تخت نوک و اینا رو میذاشت بعد فوت میکنه این شروع میکنه راه رفتن. آخه این غیر منطقیه. پس این چیزایی که میگه آقای موسی میگه غیر منطقیه. خدا در 6 روز خلق کرد، روز اول زمین را آفرید، روز دوم نمیدونم دریاها را آفرید، روز سوم نور را آفرید. اگه نور نبود پس چطور روز اول روز دوم بود؟ بعدا روز و شب را آفرید، بعد که روز و شب آفرید بعد ماه و ستاره را آفرید، خورشید آفرید. خب اینا با هم اصلا جور در نمیاد، با عقل جور در نمیاد. شما برید همون اول کتاب تورات بخونید ببینید وقتی موسی میگه خدا اینا را آفرید ببینید چه جوریه. آسمان آفرید، آسمان چیه؟ آسمانی وجود نداره. اون ما این ور زمینیم، اون طرف زمین مثلا مکه است. مکه یا که دستشون رو به آسمان میکنن سر پایینی دستشون رو میگیرن چون اون برن دیگه، ما دستمون رو این وری میگیریم. دورم همه آبیه، آسمانی وجود نداره، یک فضای خالیه. این فضای خالی یه مقدار که توش میری ماها میبینی، یه مقدار توش میری خورشید میبینی، یه مقدار بیشتر میری ستاره ها رو میبینی، منظومه ستاره های منظومه شمسی رو میبینی، دورتر میری خورشید های دیگر رو میبینی. جای خاصی نیست که توی قرآن نوشته که خدا آسمان رو زد کوها رو زد که مثلا پایه باشه. پایه چیه؟ یه جا میگه کوها رو زد که زمین تکون نخوره، زلزله نه، مثل میخایی که به زمین زد. پس بنابراین در تگزاس که مثلا ما زندگی میکنیم به خصوص در هوستون تا صد ها مایل اصلا کوهی نیست و اینجا میخواست چی شد؟ تکلیفی چیه؟ اصلا فلات ایران، وسط ایران، کویر لوت، کویر نمک، اینها صدها کیلومتر طول عرضشه، هیچ کوهی وجود نداره. پس این میخایی که میزد اونجا کجا رفت؟ لذا وقتی بریم تو کنش تو عمیق بشیم ببینیم همه اینا گول زدن انسان هاست. ولی این کشورهایی که با داعش در جنگن خیلی راحته که اینا رو بیارن بنویسن. آقا خیلی راحت چون بنویسید آقا در سوره کهف آیه 84 تا 90 میگن که رفتن دنبال خورشید میبینن کجا غروب میکنه، نه خورشید رفت توی چشمه ای که آبش تاریک و گلالوده رفت اون تو. خب پس بنابراین این خورشید رو بنویسه یه توب بسکت حساب میکنه دیگه، میرفت تو چشمه رفت تو فرو رفت. خب این دلیل بر این که نویسنده این مطالب دانش علمی امروز رو نداشته. دانش اون روز هم خب خورشید همه قدیم میدید دیگه، نمیتونست بفهمه که این یک کره ایست که مثلا میلیون برابر کره زمینه که. پس بنابراین اطلاع نداشته، همون نمیشته. نوشته که در سوره ملک میگه که فکر من آیه 4 میگه که این اشاره میکنه به این سنگ های شهاب سنگ ها، میگه که این شهاب سنگ ها
فرشته هایی هستن که به شیطان شلاق میزنن، هر شلاقی میزنن یه شیطان میمیره میفته زمین. ای بابا، اینا از وقتی ما میدونیم تا وقتی پدرانمون، از میلیون سال اینا همینطور شلاق میزنن. پس این شیطان ها چند تان؟ مگه اولش گفت یکیه که بعد هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد. برحال اگه بخوان داعش رو از بین ببرن، خیلی کافیست فیلم، کارتون، عکس، نوشته فلان در اینکه این مطالب حقیقی نیست. مگر یه زمانی نمیگفتن که زمین ثابت و خورشید به دور زمین میگرده؟ همه اومدن دانشمندان ثابت کردن، بس کردن، گفتن نه اینطوری نیست، زمین است که به دور خودش و به دور خورشید میگرده. همه هم قبول کردن. پس بنابراین مردم علم رو میپذیرن، منتها اینا نمیخوان مردم علم رو بفهمن، دانش داشته باشن. اینا میخوان مردم خرافی باشن تا اونا بتونن استفاده خودشونو بکنن. خب طرف میره پیش آخونده، بهش میگه من زمان جنگ ایران عراق به یه عراقی پناه دادم توی خونم، این اشکال شرعی نداره؟ آخونده بهش میگه نه اشکالی نداره، به یک آدم بی پناه پناه دادی، تازه خیلی هم ثواب داره. طرف میگه که آخه روزی 5000 تومان هم ازش مزد گرفتم، اجاره گرفتم، اشکال نداره؟ آخونده میگه نه، بهش پناه دادی دیگه اشکال نداره، اونم پول داده دیگه. طرف میگه آخه حاج آقا، حالا به نظر شما بهش بگم جنگ تموم شده؟ یعنی از اون موقع تا حالا داشت همینطور اجاره میگرفت بیچاره. یک مقاله است نوشته، تیتر نوشته بیایید آخوند بشویم. آیا میدونید آخوندا معاف از سربازی هستن؟ البته آقا رضا شاه این از به اصطلاح این قانون رو کنار گذاشت که همه آخوندا باید بیان خدمت سربازی کنن، ولی خب وقتی رفت آقای محمد رضا شاه تا 12 سال خودش حکومت نمی کرد دیگه، مجلس اینا تصمیم گرفتن، اونا تصمیم. آخونده قاضی میشوند، در اداره استخدام میشوند، در وزارت ارشاد، گمرک، شرکت نفت، سازمان برنامه و کار میکنند. البته در حقیقت حقوق های کلان میگیرند و کار نمیکنند، اما هیچ آخوندی در کارخانه کار نمیکنند. کمی فکر کنید آیا تاکنون آخوندی را دیدید که در کارخانه به عنوان کارگر کار کند؟ آیا میدانستید دانشجویان باید هر ترمی بالای 1,000,000 تومان بابت درس خوندن پرداخت کنم و آخوندها همین مبلغ را بابت درس خوندن دریافت میکنن؟ یعنی شما وقتی میرید آخوندی درس خونه، به جای که پول بدید پول میگیرید. آیا تاکنون دیدید آخوندی برای شفای فرزندش یا خودش خود را به امامزاده یا صحن امامزاده زنجیر کنند؟ یه سری آدم های ساده دل میرن مریض دارن، مریضشون رو با زنجیر میبندن به ذریع امام رضا که امام رضا خوب کنه. من خودم رفتم از اون بچه بودم، جواب من رو یارو گفتم اینه که آها اینه که اینجا بستن، از اونی که اون تو کار میکرد گفتم اینه که با زنجیر اینجا بستن اینا چجوری خوب میشن؟ خوب بعضی هاشون هم اینجا میگیرن، بعضی هاشون خوب میشن، بعضی هم همینطوری میان احوامشون میبرن. خب این تو خونش هم باشه یا خوب میشه یا میمیره یا همونطوری هست دیگه. آیا دیدید آخوندی نظری درست کنه و بین مردم تقسیم کنه؟ آیا دیدید دادگاه محاکمه آخوندی پخش شود؟ چرا دکتر بیکار داریم ولی هیچ آخوندی بیکاری نداریم؟ بیایید آخوند بشویم. حالا یه مطلب دیگه،
نوشته که خورجین شخصی را دزدیدن. مردمان بگفتند سوره یاسین بخوان که آن مال پیدا شود. مال باخته بگفت کل قرآن به یک جا درون خورجینم بود. عبید زاکانی یه طنز برداز بسیار جالبی بوده. اینجا چی داره؟ این صفحه ببینید، این عکسی خانم رو گذاشته، گفته که فکر کنید این خانم زیباست. ببین این خانمه، بذارید من با این نشون بدم. عکس این خانم رو گذاشته، از شما میپرسه به نظر شما این خانم زیباست؟ بعد میگه که اگه میخواید خوب بفهمید مجله رو برعکس بگیرید. حالا این خانم زیباست. خب اینم که زنگ تفریحمون رو جلو انداختیم. به هر حال اسمی درباره محمد زکریای رازی مطالبی رو با هم بخونیم. محمد زکریای رازی، این مطلبی که میخونم از مجله تهران هستش. بزرگداشت زکریای رازی، من تیکاش علامت دادم تو مقاله، مفصله، نمیشه همش خون. نوشته ابوبکر محمد زکریای رازی، تولد 251، مرگ 313، البته هر دوش هجری قمریه. پزشک، فیلسوف، شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک مشهور است. نام وی محمد و نام پدرش زکریا و کنیش ابوبکر است. چنین شهرت دارد که در جوانی عود می نواخت و گاهی شعر می سرود. بیرونی معتقد است او در ابتدا به کیمیا اشتغال داشت. پس از آن که در این راه چشمش در اثر کار زیاد با مواد تند و تیزبو آسیب دید، برای درمان چشم پزشکی روی آورد. یعنی پزشک شد که خودش هم درمان کنه خودش. رازی در آخر عمرش نابینا شد. درباره علت نابینا شدن او روایت‌های مختلف بود. بیرونی سبب کوری رازی را کار مداوم با مواد شیمیایی چون بخار جیوه می دانند. رد اسلام و دیانت و نبوت از سوی رازی. ببینید رازی چند سال پیش زندگی می کرده؟ 1100 سال، 1200 سال پیش زندگی می کرده. فهمیده بوده که اینا همه علکیه. ما بعد 1200 سال هنوز نمی فهمیم. رازی به خدا که امان اهورامزداست و ماورا طبیعه اعتقاد داشت. با این وجود و این نبوت و وحی را نفی میکرد و ضرورت آن را نمیپذیرفت. در تفکر رازی همه انسان ها قدرت توانایی رسیدن به معرفت و دانایی را دارند و لذا از لحاظ توان کسب معرفت با هم برابرند. و برای دیگر هیچ برتری ندارند. از دیدگاه او مقتضای حکمت و وحدت الهی این است که انسان ها همگی با منافع و مزار خود صاحب علم باشند و اگر خدا قومی را به نبوت اختصاص دهد، به این مناسبت که آنها را بر دیگر انسان ها برتری داده و این برتری باعث جنگ و دشمنی و در نهایت هلاکت انسان ها می شود، که این با حکمت و رحمت الهی سازگاری ندارد. یه کسی رو بهش پیغمبری میده
با یک جماعتی رو بر حسب این پیغمبری بر دیگران برتری میکنه، مثلا فرض کنیم که قوم یهود به علتی که موسی از بین اون اومد مثلا بگیم برتر از بقیه هست، یا مثلا قوم عرب که در مکه و مدینه زندگی میکردن به علتی که محمد اومد اینا برتر از دیگران هست، یا همینطور چیزای دیگه. این غیر منطقی با عقل جور در نمیاد، چون خدا مردم رو مساوی آفریده، برای همه مردم یک مقدار حق و حقوق قائل شده، نه اینکه مثلا فرض کنه که یه سری رو برتر از دیگران بدونه. رازی در رد اسلام و نبوت محمد و وجود نداشتن وحی الهی دو کتاب نگارش کرد. اولیش نوشته که فل فل متنبین اولیش البته هست فی هیل متنبین، که حالا من شاید متنبین رو اشتباه تلفظ کنم، که دیگران با تن نام با لحن تن نام او را مخارق الانبیا گذاشتن. دو تا کتاب بود، من یکیش گفتم که رازی در رأس اسلام و نبوت محمد و وجود نداشتن وحی الهی دو کتاب نگارش کردند. فل نبوات که دیگران به تن و استهزا نام او را نقص الادیان نهادند، و دیگری فیهیل المتنبین که دیگران به تن نام آن را مخارق الانبیا گذاشتند. البته این کتاب ها بعد از درگذشت ایشان سوزانده شد. آثار رازی را 167 و در فهرست کتاباش در ریاضید نجوم 7 در تفسیر و تلخیص کتاب دیگران 17 در علوم فلسفی 6 در موافق طبیعه 14 در الهیات 22 در کیمیا 22 در کفریات 2 کتاب و در رد اسلام و ادیان ابراهیمی. پس بنابراین رازی یک آدم آتئیست بوده، هیچ دینی رو قبول نداشته. رازی یک ایرانی و تنپرست بود و هیچگاه تصور نمیتوان کرد با آثار ضد اسلامیش ایشان یک مسلمان بوده باشد. به خاطر حاکمان تازی آن دوران ایشان نمیتوانست لب بگشاید، ولی در آثارش تمام ادیان ابراهیمی از یهود و مسیحیت و مخصوصاً اسلام را چنان میکوبد که کمر راست شدن نداشته است. یه جای دیگه این که زکریای رازی به کیش و آیین خردورزی و مهرورزی که همان آیین پاک پدران ما بود روی داشت. پس بنابراین خردورزی و مهرورزی این چیزی بود که رازی بهش اعتقاد داشت. مهمترین سند تاریخی درباره تولد و مرگ رازی کتاب فهرست کتاب فهرست کتب رازی نوشته ابو ریحان بیرونی است. در این کتاب تولد رازی در ماه شعبان 251 قمری سپتامبر 865 میلادی و در گذشت او در پنجم شعبان 213 هجری قمری یعنی 31 اکتبر 925 میلادی ثبت شده است. و بالاخره اختراع الکل در صنعت داروسازی و مشروب سازی هم به کار گرفته شد. تا پیش از رازی تنها مشروبی که وجود داشت شراب بود که آن را از میوه انگور یا میوه های دیگر می گرفتن. شوربختانه حکیم رازی و بزرگان دیگر ایران زمین را ما از یاد برده ایم، تا آنجا که بزرگان ایران زمین را اعراب به اسم خود به ثبت می رسانم. امروز جوانان ایران زمین باید آگاه و هوشیار باشند و از مفاخر ملی خود دفاع کنند. اینم از رازی که بسیار جالب بود که بدونید. عکسش هم اجازه نشون بدم.
دو تا عکس اینجا هست، این یک عکس آقای رازیه، اینجا هم یک عکس است که از آقای رازی که نشون میده که رفته به بالین مریضی که روی تخت خوابیده، متکا زیر سرش کشته و چشمای بیمار رو پلکش بالا میزنه که ببینه که چه خبره. بله ببینید، ما در من گفتم که این یک شنبه که گذشت در هتل کران پلازای هوستون یک مراسم بود که آقای به اصطلاح کتاب امضای کتاب بود، آقای مهندس شاهین نژاد، کتابی که نشونتون دادم این کتاب رو همراه با سیدیش که سیدیش کتاب گویا هست اونجا میفروختن، هر سری یعنی یک کتاب یک سیدی 75 دلار بود. من البته 4 تا خریدم، یکی برای خودم، 3 تا برای افرادی که دوستانم آشنایانم که علاقه مندن. و بسیار اون سیدیش خیلی جالبه و آموزنده است و سهلم هست، شما تو ماشین گوش میدید، هر وقت هم متوجه شدید حواستون پرت شده یه جوش نفهمیدید میزنید دوباره میاد، ترکینگ داره یعنی شماره داره، شما از رو اون شماره بزنید هر شماره ای میاد یا عقب جلو میکنید راحت میاد. در اونجا آقای بهمن مالیان، فکر من مالیان فامیلشون دیگه، برحال آقای بهمن خان رئیس بنیاد نوروز اونجا بودن و اینم کارتشونه که من کارتشون نشون میدم. بله آرشون کوه دماوند منطقی یه ذره تیز شده، نوکش خیلی برفته بالا و اینجا نوشتن شماره تلفن هاشون، نوشتن که موبیلشون، آفیسشون، از این دارم بزرگترش کنم بتونم بخونم، آفیسشون هست 704-544-7820. عرض شما بزنید روی گوگل و اینا حتما راحت پیدا میکنه دیگه. یه بار دیگه میگم 704-544-7820 و موبایلشون یعنی تلفن دستیشون 703-303-6661، موبایلشون مثل که سراسره هست 703-303-6661 و ایمیلشون هست info@nowruz.org. نوروز همش اوه، NORROZ. من فکر میکنم که بسیار خوبه که شما گاهی وقتا کمک میخواید بکنید به این بنیاد نوروز کمک کنید. یک مجله هست به نام سلام تورنتو، طبیعی است که اخبارش درباره تورنتو دیگه. نوشته که این عکس رو ببینید، یه مقدار پول دست این شخصه، این تیترش نوشته که حداقل دستمزد در اونتاریو کانادا، چند تا ایالت دیگه، در اونتاریو از 11 دلار به 11 دلار و 25 سنت افزایش یافت، از 11 دلار به 11.25 دلار افزایش یافت، یعنی 25 سنت کانادایی اضافه شد، از 11 رسید به 11.25. خب 11 دلار کانادایی خود به خود میشه مثلا 9.5 تا 10 دلار امریکایی، از این مقدار 25 سنت اضافه شد، یعنی 20 سنت امریکایی اضافه شد تقریبا، یا 22 سنت امریکایی اضافه شد. البته در کانادا مالیات ها بالاست، تکس ها به قول معروف بالاست و به خاطر اینکه کمک های بسیار زیادی در مورد افراد میشه، مثلا شما اگه درآمدتون در ماه
فرض کنید که خیلی پایینه، اونو درآمد شما رو مینیمم 500 دلار حساب میکنه. یعنی اگه شما درآمدتون صفر هم باشه اونو میگن 500 دلار تو درآمد داری. آخه با درآمد صفر که نمیتونی زندگی کنی، که یه جای پول میگیری زندگی میکنی. پس میگن مینیمم 500 دلار. بعد یه آپارتمان بهش میدن 500 دلار ازش ماهیانه میگیرن. بعد پول برق و گرمایی این آپارتمانو، پول نمیدونم خدماتش و پول این چیزاش مینتیننس همه توی همینه. یعنی اگر شما یک آپارتمان معمولی اجاره کنید که مثلا ماهی 1500 دلار اجاره اون آپارتمانو بدید، 500 دلار رو باید پول مینتیننس بدید. ولی این اجاره ای آپارتمان بدید، یعنی تقریبا مفتیه به یارو میدن. بعد خب دیگه دیگری چیزا مسائل هم هست و اقو اینجوریست. اینم از روزنامه سلام ترونتو. حالا دوست خبر دیگه هم دارم از این سلام ترونتو. این رهبران سه حزب کانادا رو نشون میده که در یک جلسه قبل، میدونید انتخابات اخیرا برگزار شد در اونجا، ولی این جلسه قبل از انتخابات، من ببینم که زیرش چی نوشته. نوشته که این سه نفر هستن رهبران سه حزب کانادا. بله حالا دیگه اسمشون دیگه برای ما جالب نیست دیگه، همینا رهبرای سه تا حزب که با هم قبل از انتخابات یک مناظره سه نفره داشتن. بله بالاخره اینم یه خبر دیگه. یه فروشگاهی هست اینجا نوشته H&N. H&N نوشته که تبلیغ پوشاک سوئدی با مدال با مدل روسری به سر. این وقتی میخواسته تبلیغ کنه کالاشو، روسری به سر تبلیغ کرده. حالا من یه تیکش براتون بخونم. نوشته برند سوئدی و پوشاک H&M برای نخستین بار در یک تبلیغ ویدئویی از یک مدل مسلمان با روسری استفاده کرده است. این مدل روسری به این مدل روسری به سر که 23 سال دارد ماریا ایتریسی نام دارد و ساکن لندن است. والدین او پاکستانی و مراکشی هستند. برند سوئدی H&M که پوشاک نسبتاً ارزان تولید می‌کند در 57 کشور جهان شعبه دارد و بعد از مجموعه برندهای اسپانیایی و دومین فروشنده بزرگ پوشاک در جهان است همین برند. حالا این نوشته H&M در خود سوئد میگن هنست موریس منتها اسم اولش می‌دارن H&M. بله این فروشگاه خیلی همه شهرهای بزرگ سوئد داره و معلوم میشه که در 57 کشور دنیا شعبه داره و دومین سازنده پوشاک در جهانه. حالا اینی که میخونم از ایرانیان، مجله ایرانیان آقای تقی مختاری که در واشنگتن منتشر میشه. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ازدواج پسران از 15 سال و دختران از 13 سال قانونی است، اما بر اساس مفاد قانون مدنی در صورتی که ولی دختر مصلحت بداند او پیش
بله به هر حال پس این من عکس این آقا رو یه بار دیگه نشون بدم. آقای سیروس امیر مکری ایشون در زمانی که آقای اوباما تازه رئیس جمهور شده بود و مشکلات مالی بسیار زیادی کشور را فرا گرفته بود، از افراد کارشناسی از جمله آقای سیروس مکری، بله دکتر سیروس مکری، حقوقدان و اقتصاددان ایرانی دعوت کرد. ایشون تا 4 سال گویا در اون پست بودن و مشکلات که رفع شد ایشون هم به کارهای دیگه ای که گرفتارشو میکرد خودشون نوشتن دیگه نمیتونستن برسن به کارهای وزارت و لذا اومدن بیرون. مجله میراث ایرانیان اون طرف جلدش یک شخص دیگه رو عکسش چاپ کرده، اینم من یک توضیح دربارش بدم. بله برویش کمر با اینجا نوشته که این عکس این آقاست. حالا نوشته که زیر عکسشون با هم میخونیم، نوشتن که گفتگوی با دکتر کامشاد رئیس زاده جراح ستون مهره ها و مدیر مرکز جراحی ستون مهره ها با روش من این تیکش نمیتونم بخونم با روش کمتر تهاجمی با روش کمتر تهاجمی اینم این آقای دکتر اسمشونم یه بار دیگه میگم دکتر کامشاد رئیس زاده آقای دکتر کامشاد رئیس زاده یک مطلبی رو این مجله همین به اصطلاح میراث ایرانیان از آقای شاملو چاپ کرده در قسمت فرهنگ و هنر. من بسیار شاخ در میارم، من اینو میخونم نمیدونم این روشن فکرای ما چجور آدم هایی بودن، من نمیم ما اینا کی بودن، اینا ما به اینا میگفتیم روشن فکر. نوشته که احمد شاملو وظیفه روشن فکران، احمد شاملو دو تا نقطه گذاشته، نوشته احمد شاملو دو تا نقطه گذاشته، نوشته وظیفه روشن فکران. من یک دیگه نوشتهش میخونم. من قبل اینکه این نوشته ایشونو بخونم یادآوری میکنم که ایشون همیشه مورد محبت دربار بود، همیشه آقای احمد شاملو مورد محبت دربار بود. آقای احمد شاملو خب شاعری بود، خوب شعر میگفت، جسور بود، با جسارت بود، اشعارش جالبه، گستاخانه است و از ترس هم نیست، همیشه با شجاعت حرف زده. ولی میگم تحت حمایت مالی دربار بود، میخواستن یه دفعه استاد دانشگاهش کنن، بعد بررسی کردن دانشگاه، گفت آقا این دیپلم هم نداره، ما چجوری استاد دانشگاه کنیم؟ نمیشه اصلا. یه مدرکی کارشناسی یه چیزی داشت بله، ولی هیچ مدرکی نداره، دیپلم هم نداره، ما چجوری استاد دانشگاه کنیم؟ بعد یه کتاب میخواست بنویسه، کتاب کوچه، چندین بار بهش پول دادن، بودجه دادن که برو بشین خونت این کتاب بنویس. اون بودجه رو تموم کرد، دوباره گفت ندارم، دوباره فکر کنم 3-4 بار بهش پول دادن که کتاب کوچه رو بنویسه تا بالاخره نوشت. میرفت کار میکرد، کارش خوب بود، آدم با استعداد خوبی بود،
ولی پشت کار نداشت. میرفت مثلا فرض کن کتاب هفته رو مثلا چند شماره در می آورد، بعد دیگه ولش میکرد واسه میرفت شبا مشروب خوردن و دیگه ول کن دیگه، اینجور آدمی. ولی همیشه تحت حمایت مالی دربار بود. من نمیم اگر من میام از شما کمک مالی میگیرم چطوری رو میشه بر علیه شما حرف بزنم؟ مثل آقای دکتر سنجابی که نامه ای بود که ایشون این جمله‌ای که تو مثلا اونجا اومده بود این بود که ملتمسانه به شاه نامه نوشته بود که آقای شاهنشاه من بازنشسته شدم، حقوق بازنشستگی میگیرم، استاد بودم بازنشسته شدم، حقوق بازنشستگی میگیرم، ولی این حقوق بازنشستگی برای من کافی نیست، شما لطف کنید یه کمکی به من بکنید. آقای محمدزاده دستور میدن ایشون رو در یه وزارتخونه به عنوان مشاور استخدام کنه، ما 5000 دلار تومان ببخشید بهش میدن. ما 5000 تومان اون موقع خیلی پول بود. نوشته که انگل های جامعه نیست که تنها به نام منافع فردی خود نظر دارند. آخه شما فکر بکنید آقای محمد رضا شاه واقعا اونایی که باش مخالفن بگن، اونایی که موافقن که خب موافقن، اونایی که مخالفن واقعا به منافع فردیش توجه داشت؟ اینه مثلا فرض کنید که چیزای انقلاب شاه و ملت را آورد، 6 ماه در آورد، اونا برای منافع فردی شاه بود. شاه که هرچی زمین از پدرش به ارث رسیده بود یه مقدارشو مجانی به صاحبانش برگردون، یه مقدارشو به قیمت کم فروخت و اون پول رو هم گذاشت بنیاد پهلوی و اون از اون پولم نمیدونم هتل درست کردن، کارایی کردن، اون پولم ورنش ببره بیرون. وقتی گفتش که آقا رعیت باید اسمش عوض بشه، بشه کشاورز و صاحب زمین بشه، این به نفع خودش حرف میزنه، منافع فردی بود. آقای شاملو، آقای شاملو وقتی که آقای محمد رضا شاه گفت زمین ها تقسیم بشه بین رعایا و رعایا بشن کشاورز، فکر کنید چند تا دشمن برای خودش درست کرد. آقای شاملو که فوت شدن یکی از طرفدارانشون جواب بدن بگن و عقدهشون نگه داشتن یه جای دیگه خالی کردن. وقتی که شاه گفتش که باید زنا در انتخابات شرکت کنن، هم حق انتخاب شدن انتخاب کردن داشته باشن، فکر می‌کنید چند تا آخوند باش مخالف شدن؟ البته آخونده به خاطر تغییر زمین هم تقسیم زمین هم مخالف شدن، ولی به خاطر این دومی دیگه بیشتر مخالف شدن. وقتی شاه گفت هیچ مردی حق نداره بره زن دوم بگیره، اگه بگیره میندازه می زندان، فکر کنید چقدر آخونده مخالف شدن. وقتی شاه تصویب کرد که هر زنی میتونه بره دادگاه، نه پلو آخوند بلکه بره دادگاه و دلایلشو برای جدایی از شوهرش بیاره و دادگاه حق داره حکم طلاق صادر کنه، فکر می‌کنید چند تا آخوند محضردار دلخور شدن از شاه؟ گفت آقا این کارا مال ماست، ما محضر داریم، شما چرا به دادگاه دادی کار ما رو؟ حالا برگردیم به گفته آقای شاملو. انگل‌های جامعه نیست که تنها به منافع فردی خود نظر دارند، معمولاً جهل و تعصب تو معمولاً به جهل و تعصب توده دامن میزنن و به آتش دشمنی توده با روشنفکران جهت میدن و این بدگمانی بالقوه را در نهایت امر به قدرت فاشیستی مهاجم و کور در جهت منافع پلید خود شکل میبخشند. به ناکسانی نظیر هیتلر و موسولینی و فرانکو و سالازار و تروخیلو یا رضاخان و تخم ترکش جز جهل و تعصب چه چیز امکان میدهد که به تخت قدرت تکیه کنند؟ توده ناآگاهی که منافع خود را تشخیص نمیدهد
ناگزیر از پایگاه تعصب قضاوت میکند و معمولا درست با همان چیزهایی دشمنی میورزد که نجات دهنده اوست و لاجرم پایه های قدرت و نفوذ حرامزادگان را استحکام میبخشد. دیدید چه لجنت درنش در میاد آقای شاملو. آقای شاملو، آقای رضا شاه تخت سیاه آورد، کلاس درست کرد، میز و نیمکت گذاشت، کتاب تاریخ و جغرافیا و هندسه و حساب درست کرد، بچه ها رو برید مدرسه. آقای شاملو تا قبل از این بچه ها فقط تا عمه جز تو مکتب خونه ها میخوندن، تموم میشد دیگه، هر که عمه جز میخوند دیگه مکتب خونه تموم شد و فارغ التحصیل شده بود. حالا یا باید میرفت طلبگی که هم پول بگیره، هم اتاق بگیره، هم درس بخونه، درس طلبگی بگیره، یا باید پولدار بود، معلم سرخونه می آورد مثل تمام خانواده های عیان معلم سرخونه داشتن. حتی قائم مقام فرهانی وزیر آقای آقا محمد خان وزیر محمد شاه قاجار، یعنی پادشاه سوم قاجار، معلم سرخونه برای بچه هاش داشت و یه آشپز داشت، آشپزی یه پسری داشت که اون پسر اجازه گرفت که بره اون از اون کلاسی که برای بچه های وزیر بود استفاده کنه، بچه آشپز هم بره اونجا بخونه. اون بچه آشپز اسمش تقی بود، این شد میرزا تقی خان امیر کبیر، بعد خودش وزیر شد، هم قائم مقام فرهانی به وسیله پادشاه کشته شد، هم میرزا تقی خان امیر کبیر به وسیله پادشاه کشته شد. خب آقای شاملو، پس اگر آقای رضا شاه میخواست جهل ملت ها باشه، خب پس دبستان و دبیرستان و دانشگاه درست نمی کرد که. اگر آدم بخواد ملت ها در جهل باشن، دانشگاه درست میکنه. اگر آقای محمد رضا شاه میخواست ملت ها در ملت در جهل باشن، چند تا آقای محمد رضا شاه دانشگاه درست کرد؟ فکر کنم 100 تا دانشگاه درست کرد. اگه آقای محمد رضا شاه میخواست ملت در جهل باشن، نمیگفت از کودکستان تا دکترا مجانی است و بهشون هم کمک مالی هم بکنی و بعد هم بهشون جا میداد، کوی دانشگاه مجانی خونه میداد. آخه یه ذره انصاف هم خوبه. آقای شاملو، این روشنفکرانی که شما ازشون یاد میکنید، من یه دفعه گفتم در فیلم سفر سنگ، ببینید یه سری فیلم ها اومد، یه سری ببینید حالا برگردیم یه فیلم و البته خاطره گفتن سرگرم کردن مردمه، یه سری میان با خاطرات شیرین خودشون سر مردم رو گرم میکنن، این اون که مثلا فرض کنیم که سریال نمیدونم حریم سلطان رو نمیدونم حریم نمیدونم ملک سلطان و حریم خواجه سلطان، از این سریال ها میان مردم رو گرم میکنن، اینا خاطرات گفتن و مردم رو میخوان سرشون رو گرم کنن. اما من اینکه میگم نمیخوام سرگرم کنم، میخوام نتیجه بگیرم. ما بچه که بودیم میرفتیم فیلم های نمیم شزن و نمیدونم مرد نامری و نمیدونم تارزان و اینا رو میدیدیم، اینا سینما ناطق بود، بعد مثلا 5 دقیقه فیلم نشون میداد، بعد قطع میشد یه نوشته میامد رو پرده که مثلا در این 5 دقیقه چه اتفاقاتی افتاد و بعد اونو یه سری سواد داشتن یه سری سواد نداشتن، یه سری مجبور بودن به صدای بلند برای دوستانشون بخونن دیگه، مثلا سالم چابل آبا یه برو برو برو. بعد ما میرفتیم فیلم های عربی، نعیمه عاکف، فرید الاطرش دیگه، اسماعیل یاسین، ام کلثوم، اینا بودن و میرفتیم فیلم هاشون نگاه کرد. بعد یه ذره بزرگتر شدیم فیلم های هندی اومد، میرفتیم فیلم های هندی که دوبله به فارسی شده بود مثل راج کاپور و نمیدونم نرگس و اینا بازی میکردن توی فیلم سنگام و نمیدونم آقای 420 و نمیدونم از این حرفا. در همین زمان فیلم های فارسی هم اومد، البته فیلم های فارسی این مقدار اون قبلا اومده بود مثل دختر لور و اینا که در خارج از ایران ساخته شده بود و خب فقط جنبه این بود که یه فیلمی باشه، جنبه این نبود که واقعا بره به سینما ها رو پر کنه و خب اون به جای خودش.
ولی بعد فیلم های فارسی شروع شد. فیلم های فارسی که شروع شد معمولا مورد توجه دانشجویان که ما باشیم و روشن فکران نبود و ما می رفتیم دیگه فیلم های امریکایی که دوبله شده بود، فیلم جیمز دین و برت لانکاستر و تونی کرتس و جان وین و دیگه نمیدونم الیزابت تایلر و دیگه آنیتا اکبرگ و از اینا. بعد فیلم های فارسی بود و موقع فیلم های فارسی سینمای جنوب شهر نشون میدادن و یک عده خاصی میرفتن اونجا. اونه که ادعا میکرده که ما باسوادیم نمیرفتن فیلم فارسی بینم، تا به قول معروف موج نوی سینما اومد، مثلا قیصر اومد بر اساس انتقام گیری اومد و حالا من نمیخوام فیلم تعریف کنم ولی سینما رو پر کرد. بعد نمیدونم همراه شب و نمیدونم ممر امریکایی و نمیدونم از اینجور فیلم ها اومد، هنرپیشه هایی مثلا فرض کنید که مثل داریوش و مثلا فرض کنید که فرزان دلجوب و مثل گوگوش و اینا اومدن بازی کردن، اینا هم سالون ها رو پر کردن. بعد که اینا هم سالون رو پر کردن، روشن فکرهای ما گفتن که خب حالا که سالون ها با پر میشه با این فیلم ها، ما بیاییم از این سالون های پر استفاده کنیم هدف های سیاسی خودمون رو رواج بدیم. اومدن فیلم های درست کردن مثل خاک. خاک یک رعیتی بود که بر علیه زیادخواهی ارباب اعتراض میکنه و خودشو تو خاک میکنه، تا گردنش تو خاک میمونه کلش فقط بیرون بوده. بعد فیلم بلوچ نشون میده که میرن در بلوچستان توی چادری به یه زنی تجاوز میکنن، اون بلوچه میفهمه میاد دنبال اینا دونه دونه میکشد. چون اینا فیلم های انتقام جویی بود، مثل تنکسیر که رو پولش خورده بود این رفت کشتش. بعد فیلم های تشویق به شورش اجتماعی اومد، مثل گوزن ها، مثل تئاتر شهر قصه. تئاتر شهر قصه میگفت نون گندم مال اونا، بوی گندم مال ما، بوی گندم مال ما، خود گندم، نون گندم مال اونا. یعنی ما بوی گندم میخوریم، اونا یعنی امریکایی‌ها نونو میخورن. پولای ما مال اونا، توپ و تانک‌ها اونا مال ما. یعنی ما پولمونو از دست اون میگیرن به همون توپ و تانکی میدن که لازم نداریم. با این تئاتر تو خود دربارم نشون داده میشه. بعد گوزن‌ها اومد که قهرمان داستان اون آقای فرامرز غریبیان و بهروز و وثوقی. بهروز و وثوقی یادم معتاده، فرامرز غریبیان یک چریک جنگیه و پلیس دنبالشه. این فرامرز غریبیان میاد به این بهروز و وثوقی پناه میاره. بهروز و وثوقی یواشاش که اینو میبینه حالت شجاعت به خودش میگیره و مثلا فرض کنیم که اون قاچاقچی که بهش مواد میفروشه میکشه و بعد میاد و آخرش هم میگه که قسمت میشه ببینیم ما هم یه تیر بخوریم در راه مملکتمون. یعنی تشویق میکنه که جنگیدن و تیر زدن و تیر خوردن. و بعد فیلم سفر سنگ میاد. در فیلم سفر سنگ یک ارباب ستمگریست، یک حاکم ستمگریست، خونش قصرش دامنه یک کویه. اون بالای تپه، اون بالای کوه یا تپه یک سنگ بزرگیست. اونایی که با این حاکم مخالفن فکر میکنن که ما بتونیم این سنگ بزرگ رو تکون بدیم از کوه بیاد پایین قلقل بخوره، میاد روی خونه حاکم رد میکنه و در نتیجه حاکم و اطرافیانش همه تو خونه کشته میشن. بعد برای که مردم رو جمع کنن که این سنگ و برکت در میان، یا خون دیگه میارن. ببینید روشن فکرا میبینن خودشون جرأت ندارن، راهی ندارن مردم رو جلب کنن، میرن یا آخوند رو میارن. یعنی آخوندها نیومد گفتن ما رو بیارید، روشن فکرا رفتن آخونده رو آوردن. اتفاقا رول آخوندم آقای رضا فاضلی بازی میکنه، ولی خب آقای رضا فاضلی از این کار خودش و همه کاراش پشیمون شد و بسیار بسیار آدم میهن پرستی بود و یادش همیشه زنده باد.
پسرش جانش رو داد در راه میانش به خاطر اینکه میخواستن رضا فاضلی رو بکشن، بمب گذاشتن توی مغازش، پسرش تصادفاً اومد اونجا اونو کشتن، دخترش هم سرطان گرفت، بهش گفتن دکترها که بچه داری آبستنی، یا باید سرطان رو با این بچه بیاری بیرون بچه میمیره، یا اینکه بچه زنده میاد تو میمیری. گفت من بمیرم بچه زنده بیاد. و به هر حال دیگه آقای رضا فاضلی دوچار مشکلات بسیار زیادی بود و ولی علی‌رغم همه این مشکلات وطن پرست بود و همش میگفت قرآن رو به فارسی بخونید، حرف درست میزد. قرآنی که به فارسی بخونید میفهمید که چیزی نیست، به درد مالی به قول معروف نیست، ولی به عربی بخونید نمیفهمید چیه که. خب در فیلم سفر سنگ که آخوند آوردن، اون آقای سعید راد گویا میخواد این سنگ رو خل بده از اون بالا پایین، یه بازویی داره روی بازوی که قرآن بسته. فیلم نشون میده که این قرآن رو آورده گذاشته میداده روی سنگ، سنگ رو خل میده، یعنی سنگ با نیروی قرآن و با صحبت آخوند حرکت میکنه. یعنی ما روشن فکرها الکی ول متنیم. در صد آقای شامدو هم جز همون روشن فکرها بود. ببینید من همیشه گفتم سه گروه شهروند خوبی برای کشور ایران نیستن. این سه گروه، یک گروه اونایی که مغزشون رسوپای مسکویی داره، اینا در نوجوانی و جوانی بهشون گفتن که شما باید منافع ملت ایران رو فدای مسکو بکنید تا در آینده حکومت جهانی کارگران پرولتاریا به وجود بیاد. یه دست رسوب مکه‌ای داره، شما همه چیزتون رو بدید به مکه تا اینکه در اون دنیا بهشت و این چیزا رو داشته باشید. یه سری هم انقدر از خود راضی هم که هیچکی نمیبینه، هیچکی آدم نمیبینه، و این آقای شاملوه انقدر خودش گنده نمیبینه که فردوسی رو آدم نمیبینه، میاد تو به فردوسی اهانت میکنه. اومد در یک سخنرانی فکر میکنم 25 سال پیش بود، چند 28 سال پیش بود، اومد تو امریکا تو یه دانشگاه در وری گفت به فردوسی که تمام دنیا، ایرانی های همه دنیا به اصطلاح عصبانی شدن و همه نامه نوشتن اعتراض کردن فلان، ولی آقای شاملو حرفش زده بود دیگه. آدم هایی که مثل آقای شاملو خودشان را آنچنان بزرگ میبینن، اینا آدم های شهروند خوبی برای ما ملت ایران نیستن. ما شهروندی میخوام که بگی آقا من نظرم اینه، شاید اشتباه میکنم، اگه اشتباه میکنم به من بگید من درستش کنم. شهروندی که بگه آقا هرچی که من میگم درسته، من بهترین هستم، من قانون دانترین هستم، من شاعرترین هستم، من دانشمندترین هستم، این شهروند ها به درد نمیخورن. اینها درست دانش و اطلاعات دارن، ولی اونقدر از خود راضی و خود تنها بینی و خود بزرگ بین هستن که اون دانش و اطلاعاتشون فرع قضیه خودپرستیشون میشه. اینا هر وقت میخوان صحبت کنن از به همه اهانت میکنه، همه رو بد میگن. در همه مقاله پایینش آقای شاملو یه چیزی دیگه من خط دادم علامت گذاشتم، اینکه زمان سلطان محمود میکشتن که شیعه است، زمان شاه اسماعیل میکشتن که سنی است، و زمان ناصرالدین میکشتن که بابی است، زمان محمد علی شاه میکشتن که مشروط خواه است، زمان رضا خان میکشتن که مخالف سلطنت مشروطه است. ببینید همینجا شاملو دروغ میگه، همینجا شاملو دروغ میگه. زمان رضا شاه تمام سران قاجار که در واقع مخالف مشروطه بودند، همه به مقاماتی رسیدند، همه وزیر، مگه همین آقای قوام و مصدق کی بودند؟ اینا سران قاجار بودن و ده ها مثل اینا، مثل وسوق و دوله، مثل دیگران، مثل دکتر امینی، مثل خیلی های دیگه، اینا جزو خانواده قاجار بودن.
شاه و رضا شاه به اینا میدون دادن، آوردن اینا رو بر سر کار کردن، از اطلاعاتشون از دانششون استفاده کردن. آقای شاملو دروغ میگی؟ میگی در زمان رضا شاه میگفتن هر کی ضد مشروط است میکشتن؟ دروغ میگی؟ در زمان رضا شاه حتی اون 53 نفر کمونیست های معروف رو که احسان تبری و دیگه رادمنش و ارانی و دیگه کیانوری و دیگه خیلی دیگه دیگه خود کشاورز و این آقای انور خامنه‌ای و خیلی بسیار دیگه اونا گرفتنشون، گرفتن که اینا کمونیستن. این پرونده رو بردن پلی آقای رضا شاه، گفتن آقای رضا شاه این پرونده رو میخوایم بدیم به ارتش و اینا رو محاکمه نکنه. شاید باورتون نشه اگر تو اون روشن فکر مایه روشن فکری فکر میکنیم و کلتون اون رسوبا رو داره، شاید باورتون نشه، ولی آقای رضا شاه گفت اینا رو ندید به ارتش، ارتش میگیره محاکمه صحرایی میکنه همه رو میکشه، بدید به دادگستری. و اینا تو زندان دادگستری بودن تا وقتی که رضا شاه کار برکنار شد، همشون سالم اومدن بیرون. بین این 53 نفر که در زندان بودن، یکیشون به نام آقای دکتر ارانی در اون وسط سینه پلو کرد و مریض شد و فلان شد فلان شد فوت شد. حالا همه چسبیدن که آقای رضا شاه کمونیستا رو کشت. آخه بابا انصافم خوب چیزی، اینجا 53 نفر تو زندان بودن، یکیشون مرد، آیا به دار زدنش؟ آیا تیر زدن تو کلش؟ اون 52 نفر دیگه شاهد بودن که این آقای دکتر ارانی مرد، اونم به دلیل، حالا یعنی بگم میگید بد گفتی، به دلیل خیانت های یارانش. گفتن اتصاب غذا کنیم، این اتصاب غذا کرد، اونه یواشکی غذا خوردن و ایشون سرما خورد و سینه پلو کرد و مرد. ببینید چی میگه، ببینید چقدر ادب، چقدر مؤدب این آدم. زمان محمد علی شاه میکشتن که مشروطه است، زمان رضا شاه میکشتن که مخالف سلطنت مشروطه است، زمان کرهش میکشتن که خرابکار است. ببینید من اینو میدم، شاید شما باورتون نشه این نوشته رو. زمان محمد علی شاه نمیدن درست این قلم رو یزوی قلم میگه، زمان محمد علی شاه میکشتن که مشروطه، که مشروطه است، زمان رضا خان میکشتن که مخالف سلطنت مشروطه است، زمان کرهش میکشن که خرابکار است. آقای شاملو تو این همه تو این دربار رفته، این همه دلا شده، این همه تعظیم و تکریم کردی، این همه پول مفت بهت کمک کردن، این خانم آقای اینا روشن فکرهای ما بودن. خب من به پایان برنامه رسیدم، از شما همه تون که به برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم، از آقای پارسا سربی سپاسگزارم که اومدن رو خط و بحثی رو شروع کردم، از آقای امید امیدوار سپاسگزارم و از شما عزیزانی که به برنامه توجه کردید بیشتر و بیشتر بسیار سپاسگزارم و براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم.